تجارت جهانی تسلیحات نظامی به بالاترین میزان خود پس از پایان جنگ سرد رسیده است. مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در تازه ترین گزارش خود از افزایش تجارت جهانی تسلیحات نظامی به بالاترین میزان خود در زمان پایان جنگ سرد تاکنون خبر داد. طبق مطالعات صورت گرفته در این اندیشکده درگیری ها در خاور میانه، تنش در دریای چین جنوبی و تهدید روسیه علیه همسایگانش اصلی ترین عوامل افزایش این تجارت تسلیحاتی در عرصه بین المللی بوده است. بر اساس این تحقیقات، ایالات متحده نخستین صادر کننده ی تسلیحات در جهان است که 33 درصد کل تسلیحات صادراتی جهان طی پنج سال گذشته منتهی به سال 2016 توسط آمریکا انجام گرفته است. در این رتبه بندی روسیه در رتبه دوم و چین در رتبه سوم قرار دارند مدیر برنامه های نظامی و تسلیحاتی این اندیش کرده در این باره تاکید کرد یالات متحده آمریکا طی سال 2016 مقادیری زیاد تسلیحات صادر کرده که برخی از این سلاح ها نیز دارای اهمیت استراتژیک هستند بر اساس این گزارش نرخ این صادرات توسط واشنگتن به قدری است که به راحتی میتوان آن را برای تغییر رویه در عرصه های مختلف جهانی کافی دانست این گزارش افزود بیش از 47 درصد مشتریان تسلیحات آمریکایی در خاور میانه و عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی اصلی ترین مشتریان این تسلیحات به شمار می آیند. به گفته کارشناسان دلایل اصلی این افزایش صادرات درگیری های طولانی مدت به وجود آمده توسط سنیهای های تون رو در سوریه، یمن و عراق است.